چریتی که من ترجمه میکنم به فارسی، اصل حمله به احسن. فیلسوفانی مثل کواین، مثل دیویدسون در امریکا و بعد به تبع اونها بسیاری از فیلسوفان دیگه به اصلی قائل شدند در زبان و در تخاطب و گفتگو به نام اصل چریتی. چریتی در زبان انگلیسی میدونید به معنای، در اصل مسیحیت که البته چریتی به معنای محبت یا عشق، عشقی که انسان به خدا داره، بعدها در همین آیین مسیحیت چریتی به معنای هر گونه صدقه، هر گونه امر خیریه‌ای که انسان برای رضای خدا انجام میده اطلاق شد. تطورات معنایی پیدا کرده که به اونهاش کاری ندارم، ولی در فلسفه زبان اصل چریتی یعنی اصل حمله به احسن. اصل حمله به احسن معناش اینه که اگر من سخنی گفتم، این سخن را در رتبه اول به بهترین معنایی که می شود حمل کرد حمل کنید. حمل کنید به درست‌ترین معنایی که می شود حمل کرد حمل کنید. بعد اگر دیدید که با توجه به پس و پیش این سخن اون معنای اول نمیتونست مراد من باشه، ما به یه معنای دومی حمل بکنید که یک کم از اون معنای اول عقلانیتش کمتره و به همین ترتیب بیایید پایین. میدونید پیشفرض اصل چریتی اینه که ما باید پیشفرضمون این باشه که مخاطب ما از عقلانیت برخورداره و بنابراین حرف یاوه نمیزنه، حرف بیهوده نمیزنه، حرف بیمعنا نمیزنه، حرف بیمنطق نمیزنه. بنابراین اگر من جمله‌ای گفتم که پنج جور میشود این جمله رو تفسیر کرد، اصل حمله به احسن از شما میخواد که سخن من رو در میان این پنج تفسیر اول بهترین تفسیر رو بر سخن من حمل کنید، بگید مرادش این بوده و این تفسیر بهترین رو همچنان حفظ کنید و حفظ کنید و حفظ کنید، مگر اینکه ببینید که من در ادامه سخنی گفتم که انگار با سخن بعدی معلوم میشه سخن قبلیم رو نمیتونسته اید به اون بهترین معنا حمل و تفسیر بکنید، وقت برید سراغ دومین معنا و باز اون دومی معنا رو حفظ کنی تا وقتی که خلافش در سخنان من ظاهر بشه. به تعبیر دیگری همیشه در اوج عقلانیت طرف مقابلتون رو فرض بکنید و فرض بکنید با یه انسان کاملا خردمند سر و کار داری، یه انسانی که سنجیده سخن میگه، پخته سخن میگه و سخنش رو برای خودش مزمزه کرده و جویده و بعد از جویدن سخن گفته، نه سخن خامه از دهن پریده ای اظهار کرده باشه. به این معنا بگیرید و این معنا رو همچنان حفظ کنید تا وقتی که مجبور بشید از این معنای اول دست بکشید و بیاید به معنای دوم، که معنای دوم یک درجه از عقلانیت کمتر اون وقت برخوردار باشه. باز با همون معنای دوم سیر بکنید به همین ترتیب. اصل رو بر این بگذارید که انسان‌ها سخن عقلانی میگن، سخن معقول میگن، سخن پذیرفتنی میگن. عنایت بکنید. اینو بهش میگیم اصل حمله به احسن، یعنی حمل میکنم سخن تو رو، تفسیر میکنم سخن تو رو به بهترین صورت ممکن. نه اینکه اتفاقا در میان معناهای مختلفی که سخن من میتونه داشته باشه بیای سخن من رو اول به بدترین معنا، نامعقولترین معنا، یاوه‌ترین معنا، پوچترین معنا حمل بکنید. عنایت میکنید؟ این انتظاری است که شما هم از من دارید، خب پس منم از شما باید انتظار داشته باشم. به تعبیر دیگری از آنجا که شما انتظار دارید هر کسی شما را عاقل فرض کنه، پس شما هم باید هر کسی رو عاقل فرض کنید. مصداقی از مصادیق قاعده زرین در اخلاق.
قائلی زرین در اخلاق میگفت آنچه را خوش نداری بر تو کنند تو بر دیگران نکن، درسته؟ و آنچه را خوش داری که با تو کنند تو با دیگران بکن. این بهش میگیم قاعده زرین که در همه نظام های اخلاقی پذیرفته شده. این قاعده زرین میگه تو خوش داری که وقتی سخنی میگی اول سخنت تو به بی‌معناترین وجهش حمل کنند؟ میگی نه. میگه خب پس سخن دیگران رو هم همین کار رو بکن، فرض رو بر این بگیر که دیگری از یه عقلانیت تامی برخورداره و به تعبیر عامیانه زور تو بزن که این معنای بهترین رو حفظ کنی. اما البته اگر در جایی سخن دیگری گوینده گفت که اون سخن با این معنایی که بر سخن اولش هم کرده بودی سازگار نبود، اون وقتی که خب چاره نداری دیگه، باید بری سراغ معنای دوم و به همین ترتیب چه بسا معنای سوم. ولی پس از طی مراحلی برس به یاوه ترین تفسیر و بیوجه ترین تفسیر و نامعقول ترین تفسیری که میشه از دیگران کرد. ما این حمله به احسن رو در کردار هم البته داریم، ما منتها تو بحث گفتگو به گفتار ناظره. وگرنه در کردار هم اگر شما واقعا بخواید اخلاقی با من رفتار کنید، من کاری که با شما میکنم رو اول باید بگید که این کار رو برای خیر من کرد، یاد میکنید، برای شفقتی که نسبت به من داشت کرد، عشقی که به من داشت کرد، خدمتی که میخواست به من بکنه کرد. این کار منو به بهترین صورت، کاری که با شما میکنم رو به بهترین صورت باید تفسیر کنید. بعد اگر کار دیگری از من صادر شد که اون کار با خیرخواهی من نسبت به شما ناسازگار بود، اون وقت باید کار اول رو هم از اون بهترین تفسیرش دست بکشید و بیاید به طرف یه تفسیر تا حدی فروتر و تا حدی فروتر. این در واقع همونطور که گفتم مصداقی از مصادیق قاعده زرینه. اما در گفتار و در گفتگو و بحث ما این حمله به احسن رو باید در باب گفتار دونست. البته از روز اول هم دیویدسون، کواین، اینایی که این نظریه رو به نظرش اومد که باید حتما در تفسیر گفتار دیگران رعایت کرد، اونام از اول اصل چریتی رو در باب گفتار میگفتن. ولی خب خودتون میدونی که در باب کردار هم به عینه قابل تکراره، ولی تو بحث ما گفتار مهم. خب ما معمولا اگر دقت کرده باشی اینجور رفتار نمی‌کنیم. ما معمولا گفتار خودمون را انتظار داریم از مخاطبانمون به بهترین و معقولترین و پذیرفته ترین و دلپذیرترین معنا تفسیر کنند، اما سخنان دیگران رو بی وجه تفسیر میکنیم. یعنی مغالطه ای مرتکب میشیم که به این مغالطه در منطق گفته میشیم مغالطه پهلوان پنبه. یعنی سخن قوی تو را اول به صورت خیلی نحیف جلوه میدم تا بعد بتونم خوب ردش بکنم. توجه میکنی؟ یعنی مثلا این سخن عمیقی که مارکس گفته فرض کنید یا فروید گفته، این را اول میام مبتذلش میکنم. مثلا فرض کنید که فروید گفته که یکی از دو تا غریزه‌ای که حاکم بر همه فعالیت‌های ماست لیبیدوه، درسته؟ اصل زندگی، اصل حیات. توجه میکنید؟ بعد میام این سخن را که این سخنی است که چه درست باشه چه نادرست ولی سخن قابل توجهیه، میام میگم که فروید گفته که آدم همه کارها را برای ارضای غریزه جنسی خودش میکنه. الان من سخن قوی رو تبدیلش کردم به این سخن چی؟ ضعیف. خب این سخن ضعیف رو فوری میشه ردشم کرد و نشون داد که یه کارهایی هست که انسان میکنه ولی برای ارضای غریزه جنسی خودش نیست. مغالطه پهلوان پنبه یعنی سخن قوی را از مخاطب خودت اول ضعیفش بکن، بنیه سخن رو کم بکن، اون صلابت سخن رو بکاه، اون وقت اون سخن شل شده یه رقیق شده رو راحت میتونی ردش بکنی. خب این درست خلاف چیزیست که ما در قاعده حمله به احسن داریم که ما فرض رو باید بر این بگیریم و انسان اخلاقی انسانی که هر نوشته ای رو هر گفته ای رو از دشمن خودش خصم خودش هم
اول میگه ببینیم این میتونه معنای خیلی موجهی داشته باشه یا نه. البته این که میتونه معنای خیلی موجهی داشته باشه، نه اینکه من به زور و زر معنای خیلی موجه بهش هم کنم، باید قواعد معناشناسی و قواعد نحو شناسی و قواعد کارکرد شناسی، این سه دسته قاعده ای که ناظر به زبانه، اجازه بده هر پنج معنا رو. توجه میکنی؟ یعنی ما وقتی سخن کسی رو گفتیم که بیش از یک معنا امکان داره داشته باشه، باید حتما نحو زبان، یعنی نحو شناسی به تعبیری، و معنا شناسی زبان و کارکرد شناسی زبان اصلا به ما اجازه بده که فرض بکنیم این سخن پنج معنا داره. حالا اگر این فرض رو تونستیم بکنیم با توجه به قواعد اون سه تا علم، اون وقت میگیم حالا از این پنج معنا اول فرض رو بر این مهمترین معنا میگیریم، فرض رو بر درستترین معنا میگیریم، فرض رو بر پذیرفترین معنا میگیریم و به همین ترتیب تنزل میکنیم میایم پایین. این که مثلا فرض کنید که ما در فرهنگمون خیلی این چیز ها هست که مثلا یه سخنی شما میگی، میگن اگر اینجور باشه که سفسطه است، این یعنی سخن رو به بدترین معنا هم میکنن تا بعدم به سادگی بشونن رد میکنن، اینات میکنی. یا سخنی من میگم، میگن که اگر اینجور باشه که همه چی به هم میریزه. آخه این فرض بر من، فرض عقل بکنید که منم عاقلم، منم نمیخوام حرفی بزنم که همه چیز به هم بریزه، شاید یه معنای دیگری با مقصود منه که با اون معنای دیگه همه چیز به هم نمیریزه، یا چیزایی به هم میریزه که واقعا هم باید به هم بریزه. این دست کم گرفتن سخن، understatement سخن، یعنی سخن طرف رو دست کم بگیریم و فرض بکنیم که یه آدم نامعقولیه، این خلاف اخلاق گفتگوه. خب شکی نیست که ما اصل چریتی بهمون نمیگه که وقتی هم که سخنان دیگرش ناسازگار بود با این معنا، همچنان بچسب به این سخن. چون اگه سخنان دیگرش ناسازگار با این معناست، بازم عقلانیتش، عقلانیت هم گوینده اقتضا میکنه که پس معنای اول معنای مورد نظرش نبوده، باید یه معنای دومی بکنیم که این معنای دوم ناسازگاری با جملات دیگری که گفته نداشته باشه. ولی وقتی به معنای دوم میرسیم، خب معنای مقدار افت کرده دیگه، اون معنای سابق نیست. انات میکنید. مثلا فرض کنید شما مثلا در بسیار ادیان و مثلا در قرآن آمده که الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین. خب اینو خیلی دست کمش میشه فوری گرفت و گفت که خب اگر خدا نور آسمان ها و زمینه، پس اولا غیر آسمان ها و زمینه، چون نور یک چیز غیر از خودمون چیزه، و بعدم اگر نوره، نور نهایتش دیگه خیلی تخفیف بدیم انرژیه، و پس بنابراین خدا هم یه چیزی از سنخ ماده است و یه چیزی از سنخ انرژیه. خب این سخن رو وقتی شما بگید، گوینده این سخن رو خیلی عقلانیتش رو کم فرض کرده. بنابراین باید بگید حتما وقتی گفته میشه نور آسمان ها و زمین، شاید مرادش از نور واقعا این نوری نیست که از این لامپ ها، که اینا انرژی هند. توجه میکنید؟ باید یه معنای دیگری فرض بکنید. خب اون معنای دیگر رو فرض بکنید که این عیب بهش وارد نباشه که پس آسمان ها و زمین خدا نیستند و خدا فقط نور آسمان ها و زمینه، و این اشکال دوم هم بهش وارد نباشه که نور انرژی، پس خدا هم یه نوع انرژی مثل انرژی الکتریکی و انرژی مغناطیسی و انرژی مکانیکی و انرژی گرمایی و فلان و بهمان. باید معنای دومی تصور بکنید. اگه میشه معنای بهتری تصور کرد، اول اونو نسبت بدید به اون جمله، مگر اینکه قبل از این جمله، بعد از این جمله یه جملات دیگه بیاد که اون جملات به شما بگه نه، واقعا گوینده وقتی میگفته خدا نور آسمان ها و زمینه، واقعا مرادش از نور همین نوری بوده که ما الان یک نوع انرژی میدونیم، تلقیش میکنیم. این نکته خیلی مهمیه. ما در واقع در اینجا در عین اینکه رعایت قواعد زبان رو میکنیم، یعنی رعایت قواعد نحو زبان رو میکنیم و معناشناسی زبان رو و کارکردشناسی زبان رو، ولی در این حال دلمون خواهد تو این محدوده اگر چند وجه معنا میتونه داشته باشه سخن گوینده، بهترین معنا رو بهش نسبت داده باشه.
این یک نکته، این یک نکته.